And now we have a hotline from Vida in Iran. با سلام و احترام فراوان به استاد عزیزم چینگهای و تیم سوپریم مستر تیوی. این نامه را می نویسم تا تجربه درونی که چند شب پیش داشتم را مطرح کنم. به خاطر توصیه استاد که گفته بودند شبها غذا نخورید چون تحت تاثیر نیروی منفی خواهید بود، به ندرت بعد از غروب خورشید چیزی می خوردم. اما علی‌رغم خواستم، یک شب به دلیل گرسنگی و ضعف فراوان مجبور شدم ساعت 11 شب غذا بخورم. بعد از مدیتیشن در حالت خلسه به درون تونلی کشیده شدم و به سرعت فراوان در آن شروع به پرواز کردم. دنبال دیدن نور بودم اما به جایش به محیطی بسیار تاریک کشیده شدم. آنجا صدای شیطان را شنیدم که شروع کرد به صحبت کردن با من. ناگهان دیدم دستش از تاریکی بیرون آمد و به من گفت دستت را در دست من بگذار. او از من خواست که به او ملحق شوم. اما من با عصبانیت فراوان و از شدت انزجار و تنفر به او پشت کردم و شروع کردم به فریاد زدن بر سر او و به او دشنام می دادم. آنقدر صدای فریادها و خشمم نسبت به او زیاد بود که صحبتهای دیگرش که می خواست مرا متقاعد کند را نمی شنیدم. در نهایت از من پرسید آیا مطمئنی؟ در غیر این صورت او مرا با این جمله تهدید کرد. اما من با اطمینان خاطر شروع کردم به ذکر گفتن اسامی مقدس و به بدنم بازگشتم. در اتاق دیدم که او داشت روح مرا از بدنم جدا می کرد. دیدم که روحم داشت بالا می رفت تا او تهدیدش را عملی کند. اما مجدداً اسامی مقدس را گفتم و خیلی سریع به بدنم برگشتم. این در حالی بود که آواز استاد هم از تلفن همراه هم در حال پخش بود. این استاد درون بود که قبل از خواب به من الهام کرد که آواز استاد را با تلفن همراه هم در حال پخش بگذارم. فکر می کنم آن همراه با اسامی مقدس و ایمان قویم به استاد موجب نجاتم شدند. در این تجربه درونی برای من دو نکته وجود داشت. یکی اینکه تمامی آموزه‌های استاد را در زندگی انجام دهیم چون باعث حفاظت ما خواهند بود. دوم اینکه شیطان بسیار دوست دارد که ما متشرفین را به تاریکی بکشاند. پس باید از ایمان و ممارست معنویمان خیلی زیاد مراقبت کنیم تا اینکه او جرأت نزدیک شدن به ما را نداشته باشد. استاد عزیزم، از تمامی عشق و آموزه‌هایتان سپاس و قدردانی فراوان دارم. با عشق فراوان، ویدا از ایران. Fortunate Vida, thank you for sharing your inner dreamlike experience. It shows how dangerous this world is and how easy it is to fall under the influence of the negative power. Without Master's blessings and grace, it would be almost impossible to escape. It is good that you recognize this and are diligent in your spiritual practice. May you and the soft-hearted Iranian people always know Allah's infinite love. Supreme Master TV Team. P.S. Master has some wise words for you. Faithful Vida, after having such an experience, now you understand why I am always reminding disciples to silently repeat the five holy names, keep the precepts, and meditate well. Liberating yourself from this world requires great determination, earnestness, and integrity. Even a small slip-up can lead to a great fall. Therefore, we must rely on the Master Power and humble ourselves, following only divine guidance and nothing else. I am glad you learned from this event and truly grasped the situation in this world and the way out. Know that you are loved. May you and your wonderful Iranian co-citizens always be blessed by the magnificent light of the Prophet. Peace be upon him. Are vegan? Praised be you, man. We welcome your Heartline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline. Pray for World Vegan in order to rescue our world and for lasting peace. Please join